هرچند نزدیک به 100 سال از انقراض سلسله قاجار و بیش از اون از پایان سلطنت 6 پادشاه قبل از سلطنت احمدشاه میگذره، اما همچنان موضوع تحقیقات تاریخی هستند. و برای بسیاری از افراد زندگی دوره قاجار بسیار جالبه. اینجا موج معکوسه و میخواییم بریم ببینیم امضای 7 پادشاه قاجار به چه صورت بوده. ممنون از همراهیتون. لطفاً با لایک، سابسکرایب و نظراتتون از ما حمایت کنید. جالبه بدونید در بین این شاهان قاجار، ناصرالدین شاه امضای مختص خودشو داشته. از این حیث که به خط لاتین هست و دستخط امضای خودش هست. در واقع دستخط امضای او هست در دفتر یادبود موزه مادام توسو. یعنی تعبیر خط لاتین درست‌تر است تا بگوییم به انگلیسی یا فرانسه. او که در تراشیدن ریش و سفر خارجی و دانستن زبان و خوندن شعر و داستان از همتایان خودش متفاوت تر بوده، در امضا هم دست کمی از اونها نداشته. در واقع امضای متفاوتی داشته. این یادآوری هم البته جا و ضرورت داره که طبعا ناصرالدین شاه زیر فرمانهای داخلی با حروف لاتین امضا نمی کرد و اون دستخط منحصر به بازدیدهای خارجی هست و باید در نظر داشت که معیار برای اینکه حکم پادشاه کدام است، مهر سلطنتی است و نه نوع ابلاغ اون و نه امضای صرف. این توضیح هم خالی از لطف نیست که نام آخرین پادشاه قاجار سلطان احمده و منافاتی با عنوان شاه نداره. کلمه میرزا به معنی شاهزاده طبعاً باید پس از سلطنت حذف می‌شده. اما سلطان احمد نام او هست و سلطان احمد شاه درسته. حال اینکه برخی واژه سلطان در نام سلطان احمد میرزا رو پس از سلطنت او زاید می دونستن. مثل اینکه نام کسی امیر باشه و وقتی امیر شد اون رو به اعتبار امیر شدن برداریم. طبق تصویری که مشاهده می کنید، اولین امضا مهر آقا محمد خان قاجار هست. دومیش مهر فتحعلی شاه. سوم مهر محمد شاه. چهارم امضای ناصرالدین شاه. پنجم مهر مظفرالدین شاه. ششم امضای محمد علی شاه. و هفتم امضای سلطان احمد شاه است. ممنون که تا پایان برنامه همراه ما بودین. لطفاً با لایک، سابسکرایب و نظراتتون از ما حمایت کنید. روز و روزگار به کامتون. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.